السلام علیکم. سلام، خسته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم. موفق باشیم ان شاء الله. تشکر. عزیز دلم، تو که دیگه برای خودت خانومی شدی، باید شرایط منو درک کنی دخترم. من ناچارم که برم. آخه من دلم براتون تنگ میشه. چش به هم بذاری تموم میشه. آخه شما چرا باید تعطیل باشین؟ مامان کارگردان فیلم سامان، نمیتونن که نرن. ببین پسر خوشگل نازم، گوش بده. ببین فیلم برداری اینجوریه، یه کلمه آدم گنده دور هم جمع میشن تا یه فیلم و فیلم برداری کنم. توی این فیلم هم هنرپیشه‌های ما همه کوچولو هست، بچه هم فقط تعطیلات نوروز وقت دارن. این فیلمی که شما سازیم برای بچه هست؟ بله. برم به من نشون میدیم؟ البته. آخه قربون کنم من. یعنی اگه شما برید ما با پدر تنها میشیم. خب من میگم بگو. آخه پدر با ما بد اخلاقی میکنه. نه اصلا، منم بهش میگم. این چی کاریه؟ ببخشید. هیچ میدونی بچه به اندازه تو چی کار باید بکنه؟ بله. خب چی کار باید بکنه؟ بازی؟ صبر کن تا بهت بگم. بازی؟ مثل اینکه بچگی ما و با بچگی شما فرق داره. میدونی اینجا من چند سالمه؟ نه. از تو هم کوچکتر بودم. خونمون پله داشت دو برابر پله اینجا. یه بارم نشد من اونجا سر بخورم. صفایشو ببینم. بچه به این بزرگی باید کاره هزار جور کار خونه بکنه. انضباط حفظ کنه. شیطنت نکنه. سر نخوره. بازی های شلوغ نکنه. ما قد شما 100 تامونه میکردن توی یه خونه صدا ازمون در نمیمد. میفهمی؟ ما همچین بچه بودیم. تو هم سعی کن. چه خبر شده؟ هنوز نرفتین. سلام. سلام. نه خیر. تو برو بالا به خواهرت کمک کن. باز شروع شد. من نبینم یا نشنوم که شما با بچه ها بد صحبت کردید یا اینکه بد رفتاری کردید. چشم. با بچه ها باید دوست بود، باید رفیق بود. بله، درست. یه برنامه براشون بریزید که احساس خلأ نکنن. چشم. یه چیزی مثل سینما بردن، تئاتر، گردش، شهربازی، پارک. چشم. خیالم راحت بشه. بله. حتما. رفتاری خوب با بچه ها فراموش نکنید. هر چقدر با بچه ها بهتر رفتار کنید، خب بیشتر به حرفتون گوش میدن. دیگه اومدن دنبالا. بله، حالا موقع خداحافظیه. دیگه سفارش نکنم. نه دیگه. مطمئنم. بله، مطمئنم. چمدونم. خب، الان میرم میارم. ببین. بله. گذاشتم جلوی در اتاق بچه ها. خب، چشم. باشه زحمت. خب، دیگه برو بشم. Thank you.
عقب کرد. به جای خود حالا خوبه خوبه سربازان برنامه تعطیلات شروع میشه. شعار ما اینه تعطیلات خوش بگذره. چی؟ تعطیلات خوش بگذره. آفرین. اما تعطیلات خوش نمیگذره مگه اینکه برای اون برنامه داشته باشیم. برنامه های خوب دارم. صبح میخوابم تلنگ زورا میخوابم تلنگ. سرباز برنامه سال جدید از این قراره. بعد از تحویل سال روبوسی. فقط دو بوس. فقط دو تا؟ بله، مطابق برنامه. قرآن چه؟ بعد از روبوسی یه چیز دیگه هم جا انداختیم. چی؟ همون که مامان میگه. منظورتونو نمیفهمم. زندگی خرج داره. خب آره، زندگی خرج داره. نمیخوان امسال به من عید بدین؟ چرا طبق برنامه نفری 50 تومن عیدی میدم. فقط 50 تومن. حرف زیادی موقوف. اشمش نباشه. برنامه روزانه اعلام میشه. صبح بعد از نظافت شخصی صبحانه 8 تا 10 انجام کارهای شخصی، 10 تا 12 مطالعه، ظهر 12 تا 1 نهار، 1 تا 5 استراحت، خواب، تلویزیون، 5 تا 8 مطالعه، کارهای شخصی، شب 8 تا 9 شام، 9 تا 9:30 نظافت شخصی، مسواک، 9:30 خاموشی، خواب. پس دیدنی، گردش، پارک، سینما، بازی با بچه ها. نه پدر، ما باید به حد کافی استراحت بکنیم تا برای 1 سال کار انرژی داشته باشیم. مگه ما خرسیم؟ خرس؟ آخه خرسا زمستون هم میخوابن تا بتونن بقیه سال بیدار بمونن و غذا بخورن. حرف اضافه موقوف. سربازا راحت باش. راستی به سفره هفت‌سین یه نگاهی بکن ببین چیزی کم کس نداشته باشه. سیر، سرکه، سماق، سکه، سنجد، سمنو، سیب، سبزه. این که شد 8 تا. نه هما تا آخر تعطیلات رفته مأموری. آره 13 به در برمیگرده. نه خیر تمام عید دیدنی ها تعطیل. امسال سال استراحت مطلقه. میدونی چقدر خستم.
و چقدر به استراحت احتیاج دارم. ها؟ بچه ها؟ بچه ها عالی هم. آره فکر میکنم عید امسال بهترین تعطیلات عمرم باشه. میدونی توی خونه شعار ما اینه، تعطیلات خوش بگذره. به تو هم خوش بگذره. کیه؟ سلام عمو، ببینم چطوری؟ خیلی دلم واسه تو تنگ شده بودم. کی برگشتی؟ ما؟ از هند. اوه هندو، خیلی وقته که اومده. تو کجایی؟ اصلا پیدات نیست. اصلا به مادر سر نمیزنی. تو چطور مادر این شب عیدی تنها گذاشتی؟ بی حساب اومد اینجا. اون فامیله رفتن پیشش. با گفتم که شمایی تو عیدیه تنهایی صابر. الان دیگه وقتشه. الان وقتشه؟ وقتشه که بیا پیش شما دیگه. یعنی تو میخوای شب عیدی پیش ما بمونی؟ آه عیدو پیش ما بمونی. عمو، عمو صابر، میدونی شعار ما چیه؟ چیه؟ تعطیلات خوش بگذره. تعطیلات خوش بگذره. تعطیلات خوش بگذره. ببین خان داداش، این تعطیلات رو با حالا فعلا میمونم تا ببینیم بعد خدا چی میخواد. ببین صابه، هما رفته ماموریت تا 13 بر نمیگرده. نمیتونیم درست حسابی از این پذیرایی کنیم. بهت بعد میگذره. خب چه میداره؟ خب منظورم اینه سلامت. خب نمیتونیم ازت پذیرایی کنیم. بهت بد میگذره. خب پیش خدا تو با ما این حرفا رو نداشتی. ما خود آشپزی بلدم، خونه داری بلدم، غذا هندی بلدم. خب غذا هندی اصلا صحبتش هم نکن. نه ببینم اینا چیه؟ این راجوه. اونم که ببینی کو بوغلمو رفت. بابا این که همه چیزو میریز الان به هم که چرا گذاشتی در بره؟ صابر این چی بگی؟ بیا بیا بگی بیا که صابر این چیزو تمام زندگی به هم. نداره شکست که شکست، فدای سر تو و بچه ها. آخه اون ماهی قرمزه رو ما حتما باید واسه بچه ها بخرم. خب نمیخواد بابا جان، این بوخلمونه. اونو سوسن برد تو حیات. نه اون مال بچه هاست. امو جون دستمش توی حیات. خوب کاری کردی دختر، خوب کاری کردی. این راجون رو بده من، بده من. ما کجا بس برون بخوابم؟ خب بیاین توی اتاق ما. خب پس ما بریم میشه بچه ها. خیلی نه اتاق شما نمیخواد. بیا بریم اتاقت نشون بدم بخواب. خب چه فرقی میکنه؟ نه بابا جان نمیشه که. خان داداش ما که با تو تعارف نداره. خب ما بیاد بفهمه تو یه جای دیگه خوابیدی، ناراحت خوابیدی، من دعوا میکنیم. بریم. خیلی خوب بریم بچه ها. بیا حالا اینو چرا میاری؟ اینو بذار اینو آویزونش میکنم یه جایی. باشه بیا بچه ها. بیا سوسن بیا. چقدر دلم شما تنگ شده. بیای این کبوتر رو که تو تور گیر کرده بودن هی بالو پر میزدن، هی بالو پر میزدن. اون سبزی رو بده من. اون وقت یکیشون خواست فرار بکنه، پاش رفت و سوراخ. اون یکی چیکار کرد؟ اونم خواست فرار بکنه، رفت پاش رفت و سوراخ. این صیاد بدجنس پاورچین پاورچین اومد طرف تور. اما این کبوتر رو یه فکری کردن و تور رو با خودشون بردن رو هوا. صیاد اومد دید تور نیست. چیکار داری میکنی؟ ها؟ چرا رفتی رو میز اون بالا؟ دارم صابر کمک میکنم. لازم نکرده. برو پایین، برو دست صورت بشور. دم پایت هم بپوش.
ببین صابر، میخوام چند کلمه جدی با حرف بزنم. تو داری بچه ها رو بدعادت میکنی. ما که قصد بدی ندارم. نه، فقط گوش کن. بزرگترا باید همیشه با بچه ها فاصله داشته باشن. صمیمیت بیش از حد نظم و انضباط از بین میبره. ولی خانده داشت، این بچه ها باصفان، باید مثل خودشون. همون که من گفتم، این چند روز که اینجا هستی باید طوری رفتار کنی که من میگم. چش. این چیه؟ اوتونگ ماهی. ماهی قرمز خریدم واسه بچه‌ها. خب حالا چی داری درست میکنی؟ پاراکورای بنگالی. پاراکورا دیگه چیه؟ این یه غذای هندیه، قه خوشمزه است. نه غذای هندی نمیخوام. شب عید سبزی پلو با ماهی فقط. اشکال نداره، بیا بخور. بابا چی شد؟ اینم سبزی پلو. مگه شما زنین که آشپز بلدین؟ اه مگه فقط زن آشپزی بلدن؟ ها؟ این چه حرفیه؟ از کی یاد گرفتین؟ این غذا رو؟ کمیشو از مادرم یاد گرفتم، کمیشم از اون دوستم هندیه بود که میگفتم، او یادم داد. حالا یکی تون برید زود به باباتو بگید بیاد، قد بگید غذا حاضره. سامان تو برو. اونو بذار اونجا. چه بوی، چه باصفا. به به، جدن که چه بوی خوب. چقدر درست نمیشه جان. جدن ازت خوشم اومد. کاملا به رسم و رسوم عمل کردی. سبزی پلو و ماهی. خب دستور خانداداش بود دیگه. ببینم هندی پندی که نه پختی ها. خب تو گفتی هندی دوست ندارم، ما بی سبزی پلو با ماهی دوست داریم. حالا دوست داری هندی بپزو؟ نه 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 نه، همون ایرونی خودمون خیلی خوبه. اینم برنج تو. بخور، بخور، خوشمزه است، خیلی خوشمزه است.